یکی از بزرگترین پروژه‌های ساخت و ساز در افغانستان که تمام هموطنان عزیز ما را با آینده امیدوار کرده است، پروژه ساخت کابل جدید است که چند وقت پیش به طور رسمی توسط رهبران امارت اسلامی کار ساخت و ساز این پروژه دوباره آغاز شد. اما سوالی که شاید در ذهن افراد زیادی وجود داشته باشد این است که پروژه کابل جدید در مدت چند سال به اتمام خواهد رسید و این کابل جدید چه هست و چگونه خواهد بود؟ در ادامه بیننده کانالی دری 24 باشید. پروژه ساخت کابل جدید یکی از بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در افغانستان است که پس از بررسی های مختلف از سال 2002 تا سال 2006 مهندسان خارجی و داخلی برای بیرون رفت از مشکلات شهری مانند ازدحام جمعیت، نبودن مسکن و موارد دیگر، پروژه ساخت کابل جدید را پیشنهاد داد که این امر باعث گردید در سال 2006 بر اساس حکم ریاست جمهوری یک گروه مستقل برای طرح و برنامه‌ریزی شهر جدید کابل وارد عمل شود و پس از بررسی‌های مختلف این گروه در نخستین اقدام منطقه ده سبز که بیشتر توسط متخصصان داخلی و خارجی برای ساخت این پروژه پیشنهاد گردیده بود مورد تایید قرار گرفت و منطقه باریکاب نیز برای ساحات کشاورزی و تجاری در نظر گرفته شده بود و کابل جدید 1.5 برابر بزرگتر از شهر فعلی کابل هست که در میان ولسوالی ده سبز، فرودگاه بین المللی کابل، میدان هوایی بکرام و مناطق دیگر و مساحت 78,000 جریب زمین پلان شده بود که ساحات تجاری و کشاورزی در آن شامل است و این پروژه کابل جدید در مدت 15 سال در 3 فاز 5 ساله با همکاری مهندسان فرانسوی و ژاپنی قرار بود ساخته و در سال 2025 افتتاح شود. اما متاسفانه کار ساخت و ساز این پروژه به خاطر فساد گسترده و مشکلات زیادی که در افغانستان وجود داشت به اتمام نرسید و حالا پس از مدت چندین سال پروژه ساخت کابل جدید توسط امارت اسلامی آغاز شده است و گفته می شود این پروژه در دو مرحله 15 ساله به اتمام خواهد رسید که در مرحله اول 250,000 واحد مسکونی برای 1.5 میلیون نفر در نظر گرفته شده و بر اساس گفته های ملا عبدالغنی برادر کابل جدید با تمام امکانات عصری مجهز خواهد بود و آب این شهر از ولایت پنشیر تامین می شود و ساخت و ساز این پروژه برای بسیاری از مردم افغانستان امیدوار کننده است و از دولت امارت اسلامی انتظار می رود که پروژه کابل جدید را به طور عملی آغاز و به اتمام برساند و مانند دولت‌های قبلی تبلیغات و پروژه روی کاغذ نباشد. با امید یک افغانستان آباد و سربلند.